ساکنی دوشنبه را برای پوشیدن حجاب جریمه کردند. نمایش اعتراضی در لبنان علیه انداز برای واتساپ. تاجیکستان شرکت چینی را از پرداخت انداز آزاد کردند. ساکنی 20 ساله پایتخت تاجیکستان منوره خان اسلامова سنه 23 اکتبر به تحریریت رادیوی آزادی از عمل غیرقانونی کارمندان حفظ حقوق و کارکنان کمیته عاید به کارهای زن با شکایت مراجعه نموده است. دختر را برای پوشیدن حجاب به مبلغ 165 سومان جریمه کردند. علاوه بر این را برای اطاعت نکردن به کارمندان میلیسا یعنی با ماده 479 کدکس ماموری حقوق ویرانکنی عیبدار نمودند. با گفته یوه سنه 22 اکتبر در وقت انتظار شدن نقلیات جمعیتی در یکی از ایستگاه های پایتخت نقلیات مسافرکش به نزد ایستگاه نزدیک شد که در داخل آن 6-7 نفر زن بودند. زنهای در نقلیات سوار بوده به دختر اشاره کرده گفتند او قانون ویران کننده است، او را به نقلیات سوار کنید که مثل گذشته از ما رهایی می‌یابد. پس از این آنها دختر را با زوری به نقلیات سوار کردند. به طلب دختر آید نشان دادن حجت های تصدیق کننده شخصیت آنها دغلانه پاسخ دادند که در شعبه میلیسا تقدیم میکنند. پیشتر مرا برای پوشیدن حجاب دستگیر نموده بودند. نقل نمود منوره خان با خبرنگاران. نه برادرو اخو پرایرا برای روش سطر رید رفت استاین. باید قید نمود که قضیه مذکور آیدی دستگیر نمودن زنهای حجاب پوش در تاجیکستان یکمین مراتبه نیست. همین طور به تحریریت خبرها در خصوصی سه حالت دستگیر شوی زنهای حجاب پوش در چهارراهه خیابانی رودکی و در کوچه میرزا تورسونزاده نزدیکی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی معلومات دسترس گردید. ساکن شهر از طرف کارکنان کمیته عاید به کارهای زن در وقت رفتن او به داروخانه برای گرفتن دارواری به فرزندی بیمارش به کوچه برآمد و او را دستگیر کردند. هرچند زن خواهش نموده است که دارواری را به فرزندی بیمارش بردنش ضرور است که عین حال با حرارت بلند بستری شده است، ولی به این نگاه نگرده او را دستگیر نموده آگاهی دادند و برای به قید قانون شکنان داخل نمودن به شعبه میلیسا بردند. دویم زن پس از یک روز در همان منزل برای پوشیدن حجاب دستگیر شد، ولی او توانسته است از روبرو شدن با کارمندان میلیسا رهایی یابد. از فرصت استفاده برده در وقت زنهای دستگیر کرده اواره شدن زن از جای دستگیر شویش رهایی یافته است. سیوم دختر پس از دادن بیانات رهایی یافته است که یک چند روز پیش از روسیه به وطنش برگشته است. کارمند میلیسا به دختر گفته است که کارمندان میلیسا کوچه های مرکزی را با مقصد ظاهر نمودن زنهای حجاب پوش از کامیراهای نظارت کننده مانیتورینگ میکنند. باسای بیگانه در بعضی شهر نایای مملکت نیست و یک روند تشویش آور تبدیل یافته است، مخصوصا در شهر دوشنبه. تحلیلگران قید میکنند که طول سالهای اخیر موضوع پوشیدن حجاب و ستر از طرف رژیم رحمان منتظم مبالغه کرده میشود. علاوه بر این لباسی تاریخی که زنهای تاجیک می پوشیدند همچون مدنیت بیگانه به اهالی کشور تلقین کرده می شود. دو سال پیش فهرست با لباس های ملی برای زنهای تاجیکستان رسما قبول کرده شده است که خصوصیتی توصیوی داشت. صرف نظر از آن، حکومت تاجیکستان برای مبارزه علیه پوشیدن لباس اسلامی همه نمودی قوه های ماموری را به مانند کمیته عاید به کارهای زن، کمیته عاید به کارهای جوانان، وزارت معارف، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، پراکوراتورای جنرالی، مقامات اجرایی محلی، رئیسان محله و غیره را به کار درآورد. سنه 19 اکتبر در لبنان صدها نفر تظاهرگران برای اشتراک در اقدام ناراضگی علیه افزایش انداز و کرپسی منصبداران به کوچه ها برآمدند. در این خصوص خدمات بی بی سی روسی اطلاع می دهد. اقدام ناراضگی شب 17 اکتبر به خاطر سیاست اندازی حکومت از جمله قرار عاید جاری نمودن انداز برای زنگ ها در واتساپ و دیگر مسنجرها به مقدار 6 دلار در یک ماه شروع گردید. بستعمل
هل خدمة الـ OTT أي واتساب أما إذا بدك سينيال أما فايبر بعدان قرار مذكور حكومت بكار کرد ولی نمائش اعتراضی خاتمة نيافت صلي من يوم تشكيل الحكومة اجتماع وراء اجتماع ولجنة وراء لجنة وطرح وراء طرح در نوبت خود حکومت کنونی در نمایندگی سر وزیر سعد حریری به ائتلاف حکومت فرمود که با زودی راه های حل مشکلات را پیشنهاد نمایند. 30 وبسایت های اینترنتی، 9400 پروفیل ها و 4200 ویدیو رولیک های خصوصیت اکستریمیست داشته آشکار و بلاک بندی کرده شدند. یادرست میکنیم که عیناً چنین نوعی انداز را حکومت تاجیکستان مقصد داشت عملی گرداند. ولی با سببی واکنش مردم نسبت قرار مذکور رژیم رحمان را وادار ساخت که قرار خود را بیکار نماید. نمیشه که نرخ اینترنت رو یک برابر قیوم میکرد. حکومت تاجیکستان شرکت چینی ایتبیه را از پرداخت انداز از ارزش ایلاوه شده و باج گمرکی برای واردات تکنولوژی و جهازها برای استخراج طلا در دوکانهای ناحیه عینی کمرگ بالا و دوآبی شرقی آزاد نمود. در این خصوص رادیو آزادی اطلاع می‌دهد. گفته شده است که واردات 615 نمودی جهازها، تکنیکا و دیگر اموال شرکت تبعه از آن جمله نقلیات‌های سبک و بارکشانی، ترانسفورماتورها و دیگر جهازها از اندازبندی آزاد کرده شدند. یادرست میکنیم که حکومت تاجیکستان با بهانه های گوناگون نه تنها به شرکت های خارجی خصوصا به شرکت های چینی کان های بایگری ها و ذخیره های معدنی را میدهد بلکه برای آنها شرایط مساعد را نیز فراهم میسازد که چنین شرایط را برای اهالی کشور نمی کند. رژیم رحمان با افزایش دادن نرخ خدمات رسانی های کمونالی و ذخیره های انرژی یا اینکه با ایلاوه نمودن اندازه ایلاوگی زندگی ساکنان کشور را به حالت تنگ می آورد. میلیارد و 362 از 5 میلیون سومانی مثلا از 1 سپتامبر سال جاری در کشور نرخ قوه برق باز به 17% افزایش یافت. شرکت برق تاجیک می تواند که این قرضها تا سال 2045 برگردد.